خب یه اسم خودتون رو هم اگر میشه بگین. من عبدالله ابن عبدالله بنده از بندگان خدا. تشکر میکنم. رفتیم تو دوره قاجار دیگه. خب تکه کازرونی. پس این آته بسیار عجیب و غریبی این تکیه داره. شما از فضای کاجلی سلام عزیزم. تو داخل این فضا ما یه فضای حوض خونه یا حوائط خونه رو داریم که در زمان تابستان ها برای عبادت اونجا تا شما نده. سلام عزیزم. عیدت مبارک. آره طور نی، گفتم زنم آقای موتی، نه طور نی فضا بشم، یه چرخ چاهی وجود داره، این آب این فضا هم خودشون این که ما یه هوای چخونه رو داریم و چرخ آب رو داریم داخل این فضا یعنی فضا یه اعتکافی، یه مدت زمانی میدن داخل این فضا اعتکافی کرد بعد نوعی تزیینات ها نگاه کنیم، آجوری به آجور نما و جتی و این قسمت قدیمیش که حالت پنگری داره یه ارستی خونه هست بعدش مسجدشه مسجده دوی خود فضا یعنی غیر از فضای آرامگاهی و فضای مسجد رو هم داریم و فضای مسجد جدیده و قسمت مهمش خود هم زلعه و هم اتاقای پیرامون اطراف زلعه میشه گفت شرق فضا هست که ستا از شخصیت های بسیار رزواله بزرگی داخل اون مسجد هم کنن خود این تکیه به خاطر وجود آخونده جزی ساخته شده آخونده جزی هر موردش کن ساعت ها میشه توف رد کرد من خیلی اگه بخوام مختصر اشاره کنم یکی از شخصیت هایی که هم خدماتشون برای تخت فولاد رو دیگه که تنیشه تازه رو به نامی پس کرد تون قبول خیلی از شخصیت هایی که ما الان تخت فولاد رو دارم میشنستیم به خاطر برای شخصیت هایی که ایشون که شابه شو نوشتم و از نقطه دیگه ای که در موردش این بوده داره اینه که ایشون رئیس عدلیه یه جورایی اصفهان بودن قاضی سیار بودن هر موردشون ساعت ها میشه بحث کرد به خاطر قضاوت هایی که داشتن یه نکته جالبی که هست بعد از فوت ذل السلطان از کل این تکر بخواد به بود آخون میگه از میشه واقعی که ذل السلطان مسعود میرزا فوت میکنه یه ثروت عجیبی داشتن پسر ناصر الدین شاه قاجار فرزندشو سر ارث میراث بحث دارن پس آخونده جزی رو مسئول ایجاد تقسیم اموال میکنن میگه یک هفته طول کشید که تمام اموال رو استخراج کردن و بعد تقسیم عادلانه اتفاق بیفته گفتم جای دست موزدون چند تا روس داره بدون ببخشیم ایشون چیزی بالغ بر 70,000 خرمن گندم تلف کردن جای پولشون و اون موقع که توی ایران قحطیه اینا گندم رو داشتن و ایشون به این مردم میبخشن و خیلی جالبه موقعی که خودشون فوت میکنن زن و بچه‌شون به اندازه یه نفتی که چراغ روشن کنن و لقمه این نونی که تو سفره باشه و بخورنده نداره اگه اشتباه نکنم داور بود توی زمان رضا شاه پهلوی که مسئول عدلیه ایشون رو به عنوان یکی از قضات بزرگ معرفه میکنه و یه مبلغ پول عجیبی هم برای ایشون به حقوقش و ایشون قبول نمیکنه یعنی چیزه میدونسته که در آینده قحطی میخواد بشه که گندم چیز کرده قحطی بود قحطی شروع میشون بله ایشون اطلاع داره برای مرد یعنی بجای اینکه برای خودش بخواد برای مردم خواسته بود خب خیلی از علمامون و فقهامون داریم که مال غیر به خانواده راه نمیده سعی میکنه تا خانواده و یه لقمه خیلی مختصری حتی ما آش کنن و لقمه شبه ناچ رو تو زندگی شما وارد نکن جوزی دیگر اشخاص که باستی این فضا رفتون هستن اصد محمد باقر دور چی گرد این شخصیت محمد حسن عالم نجف آبادی رو اشاره کنم شخصیت که مدرس حوزه علمی اصفهان ایشو یه مریضی بسیار عجیبی میگیرن توی خود نجف که بودن یه مریضی بسیار نجف اشرف منظورم یه مریض یه خیلی عجیب بگیرن ایشون رو دیگه روح قبلشو میکنن برای فوت میگن یکی از طلاب کنارشون تربت پاکه آقامنش برام سید و شهده رو هم باداشتن یک کمیشو زیر زبونه ایشون میریزن و ایشون توی حالت موت بر میگردن موقعی که بلند میشن خب طلبه ها که دوستانشون اطرافشون بودن گریه و زاری میکنن میگن چه اتفاق افتاد اشاره میکنم ما یک کمی تربت پاکه ما حسین رو ریختیم تو دهنه دو ایشون دوستان خارج میکنم و زیارت عاشورا رو توی
حجره که زندگی میکردن دجاره میکنن باز کسی یکی بطور و تقابلونش برن سید و شهده شفا بیده میکنن اصد محمد باقر دورچه ای و برادر بزرگ وارشن هم کنار خودش و اصد مهدی هم کنار خودش نه در مورد اصد محمد باقر هم خیلی نکات وجود داره یکی از فقهای بسیار عجیب و بزرگ که میشه گفت ایران به خودشون دیدن ایشونه فقط در مورد ایشون اینو بگم که وقت رو خیلی محترم میشمردن برای این وقتی که میگذاشتن خیلی ارزش قائل بودن میگم مادرشون فوت میکنه توی دورچه برادرشون اصل محمد مهدی یکی رو میفرسته توی حوض علمی اصفهان خدمت برادر بزرگ که بیان نماز رو بر مادر بخونه ایشون بیان میکنن که من الان سر کلاس درسم و طلب ها حضور دارم شما نماز رو بر مادر بخونید مادر رو تشییع جنازه کنید دفن کنید من پنج شنبه جمعه که تعطیلی طلاب میون برای سر مادر یعنی اینقدر برای وقت طلاب ارزش قائل بودم گفتم حق و ناس من بخوام الان وقت طلبه های که الان حضور پیدا کردند رو ضایع کنم به خاطر تشییع جنازه مادر و اینم یکی از نکات بسیار عجیب در مورد این شخصیت بزرگ بوده خب شخصیت خبر زواهای بسیار زیاده دیگه داخل این مکان هستن چون من تکایه متعددی رو مد نظر دارم به خصوص تا تکیه روزاتی شخصیت میرزا حسین چیچیکتی من خیلی مختصر اشاره کردم میگم ساعت ها در مورد هر کدوم اینجا ساخت قاجار دوره قاجاره درسته؟ اصلش دوره قاجار محمد زعفر کازرونی ایشون این تکیه رو به خاطر وجود آخونده جزی ایجاد بکنم بله دوره قاجاره های کازرونی خودش تاجر بوده؟ تاجر بوده تو یه قسمت بیرون یک وجود داره اونجا اما نقدی دارن و بعد جنازه رو میبرن کربلا جزه از شخصیت های تراز اولی که دیگه من خونه کن خاندان صدیقه این هم داخل این اتاق شدید این خونه است؟ نه آرامگاه فضای آرامگاهی به خانه با دیگه اشتباه نکنم بونک دار اینجا مدفون هستم اینجا از همون اول تخت فلات اینجور قبر سومانه بوده بله خلن فضایی نه اینجا اینجا کلا قبرشونه این قبری اینجا خواستم بله خان دار بنک دار ما یه خونه ای داریم توی اصفهان خانه بنک دار خونه خیلی قدیمیه که توش روزه خونه میکنن از کسی 40 ساله خونه چی بنک دار خیلی معروفه در موردش جد این خاندان بنکدار این سری از اشخاص که داخل این اتاق مدفون از خاندان بنکدارن جد این ها 100 ساله بیش از 100 ساله یه سماور خیلی بزرگی هم توی خونه وجود داره نکته ای که وجود داره جد این خاندان بنکدار تو تکیه یه ریزی مدفونه اون شخص بنکدار بزرگی که مراسم روزخونی تو خونشون ایجاد کرده تکیه ریزی است باز من یکی دوتا این سنت قبله که عجیبه ما از این افراد رو ما زیاد داریم اگه شما خودتون سنگ قبل رو ببینید یکی از فرزندان فداکار وطن است به نام حسین مجاهد تبریزی فرزند مرحوم فرج الله که در تاریخ صدر مشروطه برای حریت و آزادی ایران خدمات گرانبهای از خود ابراز ما مشروطه خواهان بسیار و روزنامه نگاران بسیار زیادی هم تو فضای تخت فولاد داریم حالا یکی دو دهون اشتم لاست مسی بتونیم زیارت خواهش میکنم چه بوی عود میاد اینجا تکیه کازه بود اینم شهید زنده انشالله انشالله با شخصیت های بزرگی که این فضل مدفوق هستن که من بعد از سه شخصیت رو بعد خیلی مختصره اشاره کنم شخصیت جلالی قدر ایمان حسن علی صدیقین و عاشق محمد باقر که پدر و پسر هستند فرزنده ایشون الان تو مسجد درب کوشک اصفهان برای مردم استخاره بکنن خب تغییر خواب رو هم دارد اینو یه خاطره ایه که دوستان اشاره کردن رهبر ما هستم اینقلاب موقعی که اومدن اصفهان و بازدید از فضای تخت فولاد یک سری مکان‌های رو پیشا پیش برای ایشون زودتر تعبیه کرده دادن حالا به خاطر مباحث امنیتی به خاطر اینکه حالا اون شوق و ذوق که مردم نسبت به آقا دارن که این موقع هجومی وجود داشته باشه حضرت نتونن زیاد اونجوری که دلشون میخواد زیارت کنن تکیه خانساری بودن تکیه فاضل سرا بودن برخش شهدای گران قدر بودن مسیری که انتخاب بشه برای عبور رهبر بزرگوار این مسیریه که الان ما داریم برمیگردیم
ایشونه چرا کردن که تکیه گفتن تکیه کازر رو نگفت بودن بیستی و میگم اون زمان تکیه ها رو جلو تر درش باز کردن رهبری میگم چند دقیقه منتظر شدن و دست دادن در تکیه رو باز کن و بعد اومدن برای زیارت آصف محمد باقر میگفتن ایشون استخارای من رو برام میگرفتن موقعی که من نیاز به استخاره داشتم و برخی میخواستم خواب رو برام کسی تعبیه کنه من به ایشون و فقط یه نتیزه گیری چه ایشون رتور شناس بزرگیه و من کانها رو دقیقا تو ذهن داشته میدونست و اطلاع داشته و این نشان رو خیلی عظیمه شخصی محمد باقر رفق ایمانی یک کتاب دارم به نام یاد مهدی آرام دل ها از کلن دلیلی که من خواستم ایشون رو زیارت کنم به همین دلیل ایشون اشاره میکنن سه مکان هست که حضرت عباس سالار مهدی پای مبارک بزنه توی خاک اسلام گذاشته صفحه 121 کتابشونه اشاره میکنن اولین مکان امامزاده اسماعیل مقبره یه شعیای نبی یه بار اسمشو من آوردم برای پیامبران الهی دومی مکان علامه یه مجلسی و سومی مکان تخت فولاد و مکانه مقبره یه شیخ مرتضای ریزی ببخشید امامزاده اسماعیل هم که تو خیابان حاطفه رو به راه جعفری بله امامزاده بزرگی این طرف باز ایشون اشاره دارن باز جزء از کسی هم که به دیدار هست و سالار مهدی هم نائل شدن شخصیت گران و چه شیفته و علاقه منده حضرت دارن خیلی از کتاب هاشون مجلد هایی بسیار زیاد دارن در مورد وجود آقرمش برای هست و سالار مهدی بود باز نم نقطه بود که در مورد این شخصیت باز خواستم اشاره کنم در حد کوت من باز در خدمتم دستتون درد سلامت بشین باز حد دقیقه که با برو